به دنبال شکایت یک فرد حقیقی از سخران اصلی اجتماع حزب اهل سنت و جماعت در شهر اسلام آباد دستور پیگرد قضایی علیه او صادر شد به گزارش شیه به نقل از داون نیوز پلیس شهر اسلام آباد با ثبت شکایت علیه مسعود در رحمان عثمانی عضو ارشد حزب اهل سنت و جماعت که در اجتماع اعضای این حزب جملاتی علیه شیعیان به کار برده و تلاش کرده بود مردم را علیه شیعیان تحریک کند دستور پیگرد قضایی را صادر کرد این فرد در نشستی که با عنوان دفاع از صحابه برگزار شده بود جملاتی استفاده کرد که باعث شد تعدادی از اهل تسنن به خصوص جوانان تهیید شده و علیه شیعیان شعار سردهند در این همایش حتی به صورت علنی سخنانی درباره سربریدن شیعیان عنوان شد طبق قانون اساسی پاکستان هر اقدامی که باعث ایجاد اختلافات مذهبی و توهین به یکی از مذاهب اسلامی شود جرم است و کسی که مرتکب چنین جرمی شود مجازات خواهد شد اتهام اصلی که علیه مسعود الرحمن عثمانی وجود دارد تحریک جوانان حزب اهل سنت و جماعت به سر دادن علیه شیعیان و ایجاد اختلاف مذهبی است مسئولین شهر اسلام آباد در این خصوص تاکید کردند مجوز برگزاری اجتماع به حزب اهل سنت و جماعت به این شرط داده شده بود که آنها از دامن زدن به آتش تفرقه و ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی جلوگیری کنند گفتنی پس از روز آشورا مسئولین حزب اهل سنت و جماعت که باقی ماندگان سنی های تون روی سپاه صحابه هستند دست به اعتراضاتی زده و تلاش کردن دسته های اعضای حسینی را تضعیف کنند